است چه صریح قرآن. رئیس جمهور اگر چنون که بخواهد از خودش دفاع بکند. نیروهای انقلابی مجلس یک روز بعد از سخنان امام به اقدامات بنی صدر که محور ائتلاف منحرفین شده واکنش نشان می‌دهند و طرح دوکوریتی عدم کفایت رئیس جمهور در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد. آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران را ندارد. نیز با تایید رأی قاطع مجلس بنی صدر را به علت نداشتن کفایت سیاسی از ریاست جمهوری عزل می‌کند. منافقین بلافاصله بنی صدر را در خانه‌های تیمی خود مخفی و با اعلام ورود به فاز جنگ مسلحانه رسماً در مقابل نظام منتخب ملت یعنی جمهوری اسلامی سفارایی نظامی می‌کنند. امروز خیابان‌های تن شهر ویژه تهران شاهد جنایاتی بود که افکار عمومی را به شدت تشدید کرد. منافقین با کشاندن هواداران بازی خورده خود به خیابان ها امروز 3 خرداد شهر تهران را به میدان کشتار جوانان حزب اللهی تبدیل کردند. هر کس که ظاهری مذهبی داشت امروز هدف گلوله یا چاقو و تیغ های موته گلی منافقین قرار گرفت. شما که بازی خوردید پسران خیانتکار منافقین شما را بازی دادند و خودشون در پناهگاه ها نشستند و شما را به خیابان آوردند و اون قائله اسفناک را به دست شما به بار آوردند. آیا شما در مقابل کی میخواستید بیستید؟ شما در مقابل این ملت میخواستید قیام بکنید و شما را وادار کردن به اون کارهایی که روی تاریخ را سیاه کرد؟ امام امروز اول تیر ماه از سخنان خود در روز تنفیذ ریاست جمهوری بنی صدر رمزگشایی و دردمندانه از بی‌تقوایی و غرور بنی صدر گله می‌کند. اگر شما اون نصیحتی را که اون روز من با حال مرض در بیمارستان به شما کردم گوش کرده بودید، امروز اینطور نبود و من نمی‌خواستم باشم. امروز من یکی از حرفا که اساس همه گرفتاری های بشر است تنبه دادم که حب دنیا رأس کل خطیئه. اگر این کلمه را گوش کرده بودید و هواهای نفسانی را زیر پا گذاشته بودید اینطور نمی شد. این گذشت و ناگوار گذشت. از لحاظ حال عمومی من همونطور که ملاحظه میکنید خوشبختانه حال من بد نیست. خط آمریکایی ترور 6 تیر 60 تلاش کرد آیت الله خامنه ای را به شهادت برساند که خوشبختانه ناکام ماند. امام در پیام به ایشان با ابراز خرسندی فراوان از ناکام ماندن این ترور از خدمات آیت الله خامنه ای تجلیل میکند. انفجار بزرگ امروز 7 تیرماه شهر جلسه حزب جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد و ملت ایران 72 شهید بزرگوار از جمله آیت الله دکتر بهشتی و ده‌ها نفر از مسئولان کشور را تقدیم اسلام کرد. آیت الله بهشتی از اصحاب دیرین امام در همه مراحل و رویدادهای پس از پیروزی انقلاب نقش و تأثیر مهمی داشته است. بهشتی در ماه‌های اخیر در کانون تهمت‌های بنی صدر و منافقین قرار داشته است.
عملیات روانی بر ضد بهشتی آنچنان شدید است که بخش از افکار عمومی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و این مسئله بهشتی را به شدت مظلوم ساخته است. مراتب فضل ایشان و مراتب تفکر ایشان و مراتب تفکر ایشان بر من معلوم بود و اون شکل من راجب ایشان متأثر هستم شهادت ایشان در مقابل اون ناچیز است و اون مظلومیت ایشان در اون Thank you.